چقدر تلاش های بین المللی برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا می تواند نتیجه بخش باشد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. با بالا گرفتن تنش بین تهران و واشنگتن به خاطر قاسم سلیمانی و حرف‌های ایران درباره انتقام، دونالد ترامپ هم کماکان از توییت‌های تهدیدآمیزش نکاسته. همزمان تلاش‌های بین‌المللی برای تشویق ایران به خیشتنداری هم کم نبوده. ایران تصویب لایحه خروج آمریکا از عراق در پارلمان آن کشور را یک پیروزی برای خود حساب کرده. عراق هم از شورای امنیت خواسته ترور قاسم سلیمانی را محکوم کند. نقش مخالفان دونالد ترامپ در آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه در کاهش تنش بین طرفین تا کجا می‌تواند عملی شود؟ همراهی ایران و متحدانش تا کجا ادامه می‌یابد؟ آمریکا تا کجا می‌تواند روی متحدانش حساب کند؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با سه مهمان برنامه. با کریم پور حمزاوی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه ماکوری استرالیا از سیدنی با ما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی از لندن. خوش آمد میگم به هر سه مهمان برنامه. اول از شما شروع کنم خانم پزشک. این اتفاقاتی که داره میفته در واشنگتن هم حتما بازتاب گسترده‌ای داشته. 24 ساعته تلویزیون‌ها دارن پوشش میدن. چه حسی دارید شما؟ آیا فکر میکنید که میتونن در واقع کسانی که در کنگره مخالف دونالد ترامپ هستن به نوعی جلوی عملکرد او رو بگیرن، او رو به نوعی بتونن کنترل بکنن؟ در مورد اگر قرار باشه که حمله کوتاهی صورت بگیره از نظر نظامی، احتمالش کمتر هست که کنگره بتونه کاری بکنه، به دلیل اینکه اختیارات رئیس جمهور در مورد سیاست خارجی و همینطور دفاع از وطن خیلی زیاد هستش از هوملند ایالات متحده. ولی در این حال دموکرات‌ها در کنگره، هم در سنا هم در مجلس نمایندگان، به دنبال تصویب طرحی هستن که نتونه آقای ترامپ نتونه در دراز مدت منابع مالی داشته باشه اگر قرار باشه درگیری نظامی بین ایالات متحده و ایران شکل بگیره. ولی از طرف دیگه فکر می‌کنم بین تمام مخالفت‌هایی که با آقای ترامپ ممکنه شده باشه از طرف دموکرات‌ها، اونها اونقدر کارساز نباشه که اگر بخشی از جمهوری خواهان که مخالف درگیری نظامی هستن، مخالف این هستن که ایالات متحده در خاورمیانه گسترش نیرو داشته باشه، نه فقط در خاورمیانه به طور کلی، و همون هایی که وعده آقای ترامپ برای خروج از خاورمیانه رو بسیار پشتیبانش بودن، جزء اون پایگاه اصلی رأی آقای ترامپ بخشی از اون به حساب میان، اگر اونها انتقادات بیشتری داشته باشن، اگر اونها تغییر موضع بدن نسبت به آقای ترامپ، اون ممکنه تاثیر بذاره در مورد اینکه یه مقدار خیشتنداری نشون بده. اگر که خاطرتون باشه زمانی که پهپاد امریکایی رو ایران زد، خبرهایی بودیم که یک برنامه در شبکه فاکس نیوز که مجریش آقای تاکر کارلسون هست که یکی از حامیان آقای ترامپ هست، یکی از تندروترین راستگرایان ایالات متحده است، ولی بسیار معتقد به این که ایالات متحده باید متمرکز باشه به اتفاقات درون ایالات متحده و کاری به دنیا نداشته باشه. قبل از اینکه آقای ترامپ دستور رو لغو بکنه برای حمله، یک بخشی رو آقای تاکر کارلسون اجرا کرده بود که ما چرا به خاورمیانه می‌خوایم باز دوباره درگیری ایجاد بکنیم. گفته میشه که آقای ترامپ خیلی از ایده‌ها و نظراتش رو از فاکس نیوز میگیره، اما در موقعیتی که الان هستیم خیلی واقعا دور از ذهنه که آقای ترامپ بدون در نظر گرفتن همه جوانب و شرایط بیاد و صحبت‌هایی رو بکنه، گرچه که حالا از شخصیت او هم برمیاد چنین کاری. شما سالها به ناتو مشاوره دادید، کارشناس هستید در زمینه عملکرد کشورهای اروپایی، در زمینه‌های نظامی هم بسیار پژوهش کردید و میدونید. آیا فکر می‌کنید کشورهای اروپایی همراه خواهند شد با آمریکا؟ آیا آمریکا میتونه روی کشورهای اروپایی حسابی باز بکنه؟ در چارچوب پیمان واشنگتن که همون پیمان اتلانتیک شمالی هستش و بر اساس ماده 5 این پیمان، خیلی بعید به نظر میرسه. ماده 5 این پیمان میگه که هر زمانی که یکی از اعضای این پیمان مورد حمله قرار بگیرن، به این معناست که تمام اعضا مورد حمله قرار گرفتن. خب در شرایط کنونی طبیعتاً قابل توجیه نیست اگر ایالات متحده دست به حمله نظامی علیه ایران بزنه که این از این ماده استفاده بشه. ولی به طور انفرادی بعضی از کشورها احتمالش هست که بپیوندن به ایالات متحده. با
اگر مقایسه بکنیم مثلا همراهی تا کجا میتونه باشه با توجه به اختلافاتی که میدونیم بوده بین او و ناتو، همینطور در تنش‌های پیشین در خلیج فارس دیدیم که مثلا آقای مکرون به او گفته بود، پیغام داده بود که ما رو درگیر یک جنگ در خلیج فارس نکن. دقیقاً. خب به همین دلایل امکان این که در چارچوب ناتو یک ائتلاف تشکیل بشه علیه ایران خیلی ضعیفه. بله، ممکنه کشورهای مثل بریتانیا که خب روابط ویژه همیشه داشته با ایالات متحده، یا مثلا در اروپای شرقی کشور مثل مجارستان با توجه به نوع حکومتی که اونجا الان حاکم هست، یا مثلا کشور مثل لهستان، اینا خیلی شبیه ائتلافی که در مورد حمله به عراق در سال 2003 تشکیل شد، بیان در کنار ایالات متحده بیستند. خب بخصوص مثلا بریتانیا با توجه به اینکه الان از اتحادیه اروپا داره خارج میشه، میخواد که در چارچوب سازمانهای دیگه که عضوش هست مثل ناتو یا مثلا در چارچوب شورای امنیت نقش فعالتری داشته باشه. بله. به نظر شما چقدر این تهدیدی که گروه های شبه نظامی مختلف به نوعی کردند که انتقام آقای سلیمانی رو خواهند گرفت، گروه های شبه نظامی از حالا گروه سنی حماس گرفته تا گروه های شیعه مختلف، چقدر شدنی هست؟ این گروه ها متفاوت هستند با داعش، ولی بیشتر اینجور عملی به نظر میرسه که اگه قرار ایران کاری بکنه از طریق این گروه ها انجام بده، به خصوص اگه بخواد رویارویی و اون جنگ مستقیم با آمریکا رو اجتناب بکنه ازش، کما اینکه اصلا با توجه به سیگنال هایی که آمریکا الان داده، حمله مستقیم به اهداف حتی آمریکایی هم هزینش بسیار بالاست و بعید می‌دونم که آمریکا پاسخ نده. اگه بخواد به جوری یه جورایی هم پاسخ داده باشه و هم انتقام گرفته باشه، به یه سری از اهداف که آمریکا تحمل بیشتری نسبت به پذیرش اونها رو داره، مثل حمله به اهداف عربستانی یا حتی تا حدودی اسرائیلی، به نظر من قابل قبول تره برای آمریکا چشم پوشی بر این گونه اعمال بر علیه این گونه اهداف. اشاره کردید به اسرائیل، در مورد نقش اسرائیل در این اتفاقات اخیر شما چه فکر میکنید؟ بعید، یعنی کاملا روشن هست که اسرائیل خوشحال هست از کنار رفتن قاسم سلیمانی از صحنه، اما فکر میکنید آیا نقشی داشته؟ بدون شک اسرائیل یکی از زینفهای از میان برداشتن ترور قاسم سلیمانی هستش. اسرائیل و عربستان همواره در صدد این بودن که به جای جنگ‌های نیابتی با ایران که به گونه ایران تونسته در 14 دهه اخیر کفه توازن و توازن قوا رو به جوری بچرخونه که بتونه با این دو کشور در منطقه حداقل پایاپای جنگ‌های نیابتی داشته باشه، اسرائیل و عربستان همیشه ترجیح می‌دادن که آمریکا مستقیم با ایران درگیر بشه و اونها در پشت آمریکا در ولای به همپیمانی با آمریکا با ایران درگیر بشن. آمریکا تا به حال حتی در زمان ترامپ هم تن به این مسئله نداده. ولی فکر میکنید همین وضع باشه یا فکر میکنید آمریکا تغییر عمده‌ای در نگاهی که به ایران داره و تغییر عمده‌ای در واقع سیاستی که در قبال ایران میخواد داشته باشه داره؟ بله، قتل قاسم سلیمانی میتونه یک تغییر جدی باشه در این رابطه و اسرائیل و عربستان مطمئناً زینف این مسئله هستن و اسرائیل مسئله هم پنهان نکرده، مستقیما فکر کنم تنها کشوری هم بوده که تبریک گفته یا تشکر کرده از آمریکا بابت این مسئله. چرا پس به عربستان و اسرائیل هم در واقع همراه هم اشاره میکنید، در حالی که گفته میشه که عربستان یک کمیته رو، یک گروهی رو فرستاده به آمریکا برای در واقع به نوعی میانجیگری برای اینکه جنگی صورت نگیره، و همطور کشورهای دیگه منطقه هم گفته میشه که بسیار نگران هستن از احتمال بروز یک درگیری جدی بین ایران و آمریکا. خانم پزشک، شما فکر میکنید که چقدر میانجیگری کشورهای منطقه و همینطور در واقع حمایتی که برخی از کشورهای منطقه موضع ایران دارن، به خصوص عراق، مثلا عراق در پارلمان این کشور تصویب کرده که نیروهای آمریکایی باید خارج بشن، از طرف دیگه از شورای امنیت خواسته که باید ترور قاسم سلیمانی رو محکوم بکنه، چقدر فکر میکنید که این معادلات روی تصمیمی که ترامپ بگیره تاثیر میگذاره؟ من مطمئن نیستم که آقای ترامپ
در تصمیم گیری هاشون رو لحاظ کنه. در مورد سوال قبل هم که داشتم صحبت میکردم، تنها چیزی که به نظر میاد آقای ترامپ رو تحت تاثیر ممکنه قرار بده مسئله جابجا شدن رأی ها هست و اینکه احساس کنه که اون پایگاه رأیش رو ممکنه از دست بده. در مورد عربستان و اسرائیل و کشورهای منطقه و اینکه خب عراق الان موضع سرسختی گرفته و به نظر میرسه که مواضعش حداقل در گفتار نزدیکتر به مواضع ایران هست، نشون میده که به هر حال ایران در منطقه حضور داره، همسایه اینها تو شرایطی که ایالات متحده متحد اینها به حساب میاد. اگر قرار باشه درگیری نظامی رخ بده مسلماً تبعاتش دامن منطقه رو خواهد گرفت. یعنی عربستان میدونه که احتمالاً ایران مواضعی رو در عربستان ممکن مورد حمله قرار بده. فکر میکنم که این اشتباه محاسباتی که دو کشور دارن انجام میدن اینجا اتفاق افتاده، نه فقط ایران و ایالات متحده، که حتی وقتی که عربستان سعودی به دنبال این بود که برای مثال ایالات متحده شروع کنه وارد درگیری بشه یا حتی اقداماتی از قبیل ترور سردار سلیمان رو انجام بده، فکر نمی کردن که شاید قرار باشه اینقدر واضح و اینقدر تحقیرآمیز عملیات های انجام بگیره و اینکه اینقدر شعله جنگ احتمال روشن شدنش اینقدر نزدیک باشه. به نظر میاد که الان دو کشور در راهی هستن که اگر قرار باشه درگیری نظامی صورت بگیره پایانش ناپیداست. به همین دلیل کشورهای منطقه نگرانن، نه به دلیل اینکه 100% با مواضع ایران موافقن یا حتی دولت عراق که چنین مواضع سرسختانه‌ای داره میگیره کاملا همه گروه ها در عراق با ایران موافقن، به این دلیل که به نظر میاد حمله‌ای که ایالات متحده کرده و رفتاری که آقای ترامپ داره از خودش بروز میده باعث شده تمام کسانی که مخالف سیاست های ایران بودن عملا الان متحد بشن علیه ایالات متحده و خب تبعات جنگی که در خاورمیانه در بگیره تمام کشورهای منطقه رو میتونه درگیر بکنه. به همین دلیل به نظر میرسه که خب به نفعشون نیست. در نظر بگیریم که در خلیج فارس یک سری موشک هوا بشه، امارات متحده عربی خیلی آسیب پذیر هستش، قطر، کویت، اینها کشورهایی هستن که هیچ کدوم نمیخوان در این حال که میخوان ایران کنترل بشه ولی در این حال میدونن که درگیری جنگ در خاورمیانه اونها رو درگیر میکنه. ایالات متحده هزاران کیلومتر اونورتر هست و آسیب چندانی نخواهد دید. کشورهای منطقه هستن که درگیر خواهند شد. از طرف آقای آریا، بحث خروج آمریکا از عراق یعنی به نوعی باز کردن زمین خالی برای روسیه، اتفاقی که در سوریه افتاد و روسیه به نوعی جایگزین شد و الان این نگرانی برای خیلی از در واقع تحلیلگران طرفدار منافع آمریکا هست که اگر که آمریکا از عراق خارج بشه جا برای روسیه باز میشه. نقش روسیه و همینطور چین رو در این معادلات چطور میبینین؟ اونها به این درگیری احتمالی چطور نگاه میکنن؟ آیا برای اونها هم بهترین هستش که درگیری صورت نگیره یا نه؟ طبیعتاً روسیه و چین هم نگرانی خودشون رو دارن. روسیه و چین هم میخوان که ایالات متحده حضوری آنچنانی در منطقه نداشته باشه که منافع اونها تهدید بشه و هم از خروج غیر مسئولانه ایالات متحده از منطقه نگرانند. مثلا خود روسیه در مورد همین سوریه حتی بعد از اینکه ایالات متحده گفت ما خارج خواهیم شد به نوعی نگرانیش رو نشون داد، با وجود اینکه خب بر اساس منافع روسیه هم بود که بیرون بره. مثلا در ارتباط با افغانستان با وجود اینکه چین و روسیه نمیخوان اونجا ایالات متحده حضور دائمی داشته باشه، ولی در این حال از خلایی که در اینجا ایجاد میشه بعد از خروج آمریکا خیلی نگرانند. بنابراین در ارتباط با خود ایران هم به هر حال اگر قرار باشه که ایالات متحده خارج بشه از عراق، تبدیل خواهد شد عراق و سوریه کلا به حیات خلوت ایران. من کلا فکر میکنم که الان هر دو طرف به نوعی احساس رضایت میکنه از این تحولات تأخیر. ببینید در ارتباط با آقای قاسم سلیمانی، خب کشته شدنش به هر حال به همون مصداق همون مقاله است که میگن شر به پاک زد که به خیر ما باشد. الان ایران داره خیلی بهره برداری میکنه از این قضیه که به نفعش تمام شده. مثل در واقع اون ایالات متحده در از سال 2001 تا حالا سه تا امتیاز بزرگ، سه تا پادو بزرگ در حقیقت به ایران داده به طور ناخواسته. اولش حمله به افغانستان و عراق بود و از میان برداشتن رژیم های طالبان و صدام حسین توسط آقای بوش، بعد آقای اوباما از عراق خارج شد و در سوریه مداخله نکرد در ساعتی که طبق خواست خیلی ها باید مداخله میکرد. این امتیاز بزرگ دیگری بود برای ایران که در هر دو قدرت
مانوردهی ایران رو در منطقه خیلی زیاد کرد و الان امتیاز سوم و حادثه سوم همین در واقع کشته شدن قاسم سلیمانی است که می‌بینیم هم از نظر داخلی به نفع ایران تمام شده و این بسیج مردم و برانگیختن احساسات مردم به هر حال با توجه به اون چهره کاریزماتیکش که آقای سلیمانی داشت که حتی بخشی از مخالفین نظام هم ما می‌بینیم که الان به نفع این ایران دارن صحبت میکنن و در بعد منطقی هم خیلی از کشورها دارن سمپاتی نشون میدن با ایران و در ایالات متحده هم الان آقای اوباما به نوع احساس رضایت میکنه هم از نقطه نظر این که ایالات متحده تا حالا در سالهای گذشته توسط ایران در منطقه آزار و اذیت میشد نوهای جنگی ایالات متحده اون حوادث دیگه که اتفاق افتاد حمله به پهپاد به حمله به کشتی نفتی که مقصدش ژاپن بود و به حمله به آرامکو و تمام اینها و بازداشت تفنگداران دریایی آمریکا توسط ایران اینا ایالات متحده در واقع به نوع احساس تغییر شدن رو داشت و اون پرستیج و حیثیت ملیش که بخشی از منافع ملی ایالات متحده است در واقع زیر سوال رفته بود و از طرف دیگه هم ما در داخل ایالات متحده اگر نگاه بکنیم خب آقای ترامپ در واقع احساس میکرد بیشتر و بیشتر که داره عنوان یک رئیس جمهور ضعیف معرفی میشه و از این طرف مسئله استیضاح بود و آمدن انتخابات پیش رو و به یک در واقع رویداد ضرورت داشت به یک اقدام ضرورت داشت که خودش به عنوان یک رئیس جمهور قوی نشون بده که اینم در تونسته و فکر میکنم الان هر دو طرف به نوع احساس رضایت میکنن و شاید خویشتنداری نشون بدن. صحیح. برای این شما خوشبین هستید به اینکه احتمال جنگ پایین هست. میخوام بدونم که آقای پورامزاوی شما هم چنین نظری دارید؟ آیا فکر میکنید که با توجه به شرایطی که الان میبینیم با توجه به اینکه توییت های آقای ترامپ بیشتر از اون چه که در واقع همدلی با آمریکا ایجاد بکنه در جامعه جهانی که آمریکا همواره گفته که ایران اون کشوری هست که کشور عجیبه هست که شرایط بین المللی رو نمیپذیره اما الان کارهایی که آقای ترامپ کرده به نظر میاد که یک همدلی رو با ایران ایجاد کرده تا با دولت او. آیا فکر نمی‌کنید که در این نقطه جایی هستیم که ممکن هست که ایران و آمریکا هر دو فکر کنن که بهتر هست که کمی آرام باشیم و نفس عمیق بکشیم و بعد تصمیم بگیریم؟ بله ببینید حتی رسانه‌های آمریکا به شکل گسترده بخصوص رسانه‌های البته مینستریم آمریکا من صحبت از رسانه‌های چپ نمی‌کنم رسانه‌های نزدیک به دموکرات‌ها هم به شکل خیلی گسترده از ترامپ انتقاد می‌کنند و اونا هم معتقدن که مرگ قاسم سلیمانی ترور بوده و خارج از عرف بین المللی و الی آخر لذا حتی در آمریکا هم یک تصمیم خیلی جدی هست که این مسئله فراتر از اینی که هست نشه و به جنگ منجر نشه صحیح. در ایران هم حاکمیت در ایران هم به نفع خودش نمیبینه که این مسئله رو به جنگ ختم بکنه و من هم با دیگر مهمانتون موافقم که حتی فعلا مرده قاسم سلیمانی هم به اندازه زنده قاسم سلیمانی برای اونها نفت داشته و الان تونستن حداقل به لحاظ استراتژیک چطور به هر حال اینکه میدونیم که این نامه‌ای که منتشر شد که گفتن که آمریکا داره نیروها آماده میشه نیروهاشو خارج کنه بعد تکذیب شد گفتن که نه اصلا چنین قصدی نبوده ولی به هر حال به نظر میاد که در بغداد در یک دو روز گذشته تحولات خیلی زیاد بوده حضور در واقع بالگردهای آمریکایی خیلی زیاد بوده به نظر شما آیا آمریکا آماده هست که از عراق خارج بشه آیا عراق آماده هست که بدون آمریکا مقابل گروه‌های تندرویی که مثل داعش هستن و خود داعش حتی آماده هست که بتونه تنهایی خودش دفاع بکنه ایران آیا واقعا بدون آمریکا میتونه مقابل داعش بایسته و جلوی مرزهای خودش و در مرزهای عراق مقاومت بکنه بله حقیقتی که در رابطه با این گروه ها نباید فراموش بشه اونم حقیقت تاریخی اینه که این گروه ها همیشه خود به خود به وجود نیومدن و خود به خود تبدیل به این نیروی عظیمی که تونسته این ویرانی رو به بار بیاره تبدیل نشدن به این نیرو گروه های انقلابی نیستن و از دل ضرورت های یک جامعه بیرون نمیان
برنامه مترقی ندارن که به سمت جلو و پیش ببرن جوامع خودشون رو، بلکه نگاه به عقب دارن و فوق‌العاده خشن هم هستن. لذا مقبولیت جامعه و اون مشروعیت رو و حتی محبوبیت رو ندارن. اینا همیشه متکی هستن به لحاظ تاریخی، حالا من نمیتونم از اول قرن 20 تا الان فکت بیارم، منتها همیشه متکی هستن به یک نیروی سومی که از اینها استفاده کنه بر علیه یک هدف برای خصم خودش. این شرایط در عراق الان وجود داره، بله، شرایط نیروهای درگیر متفاوتی هستند در عراق. منتها خب این گروه ها به خودی خود اولا در حال حاضر داعش خیلی ضعیف هستش و در صحراهای صعب العبور رمادی اونجا تقریبا توی یه سری تونل ها محصور هستش و نمیتونه بیشتر از این سازماندهی بکنه خودش رو. بله، نیروهای عراقی میتونن بدون آمریکایی ها از عهده این بر بیان، مگر اینکه دوباره شرایط طوری بشه که یه سری گروه های منطقه، یه سری دولت های کشورهای منطقه‌ای و در راستای همپیمانان جهانی خودشون بیان معمولا غیر مستقیم از این گروه ها حمایت بکنن بر علیه اهدافی مثل ایران و دولت عراق. خانم پزشک، آقای ترامپ با شعار آمریکا اول در واقع رأی زیادی جمع کرد. اون چه که الان ظرف این چند روز اخیر اتفاق افتاده، آیا به این گفتمان او کمکی کرده؟ آیا فکر میکنید اینکه او از خودش یک رهبری نشون میده که چندان به عرف بین الملل پایبند نیست، کارهایی که لازم بدونه و فکر میکنه که مثلا کمکی میکنه به چهره و وجه آمریکا رو انجام میده، هرچند که ممکنه بقیه دنیا چنین فکری نکنن. بلافاصله بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی پرچم آمریکا رو توییت کرد. فکر میکنید چقدر به نفع او و به نفع در واقع رأی هایی هست که او میتونه جمع بکنه در این شرایط؟ خب خیلی بستگی به این داره که تبعات این آخرین تصمیمی که گرفته چی باشه، به دلیل اینکه وقتی که میگه آمریکا اول، تا زمانی که تبعاتش چندان آمریکا رو درگیر نکنه میتونه بگه من رهبر قوی هستم و برخلاف آقای اوباما که رهبر بسیار ضعیفی بود، آبروی ایالات متحده، پرستیژ ایالات متحده رو در دنیا دارم بالا میبرم. و اتفاقا رای دهندگان آقای ترامپ هم کسانی که این آمریکا اول رو طرفدارش هستن، اون فکر نمی‌کنن که جامعه بین‌الملل و همراهی اونها خیلی مهم باشه، فکر می‌کنن که اونها از ایالات متحده سوء استفاده می‌کنن و برای همین همراه هستن با آقای ترامپ. جایی تغییر خواهد کرد که تبعات این حمله، این ترور، قرار باشه دامن سربازان آمریکایی رو بگیره و رئیس جمهوری که با وعده آمریکا اول و با وعده خروج نیروهای آمریکایی نه فقط از خاورمیانه و کلا کوچکتر کردن نقش سربازهای ایالات متحده در دنیا وارد کاخ سفید شده بود، اگر که تنش ها بالاتر بره و جان سربازان آمریکایی در خطر باشه و همینطور قرار باشه سرباز اعزام کنن، اونجاست که ممکنه که طرفدارانش به این به این شک بکنن و با استراتژیش مخالفت بکنن. الان نظرسنجی که دیروز منتشر شده بود از هافینگتون پست و یوگاف، اکثر کسانی که ازشون پرسیده شده بود معتقدن که در زمینه سیاست خارجی آقای ترامپ خوب عمل نکرده، در شرایطی که 43% موافق این بودن که ترور کرده آقای قاسم سلیمانی رو، ولی در کل مخالف شیوه‌ای هستن که داره سیاست خارجی رو اداره میکنه. بنابراین من فکر میکنم که اگر قرار باشه که تحول ایجاد بشه، زمانی هست که ایالات متحده درگیر یک درگیری نظامی طولانی مدت‌تر بشه که جان سربازان آمریکایی به خطر بیفته. آقای ولی پیشتر در بحث برجام اتحادیه اروپا نقش بسیار محوری ایفا کرد، در این سال‌ها هم در حفظ آنچه که از برجام باقی مونده بود همینطور. فکر میکنید چقدر میتونه نقش ایفا بکنه برای جلوگیری از بالا گرفتن تنش و درگیری بین ایران و آمریکا؟ آیا آقای ترامپ آدمی هست که گوش بده به حرف اروپایی ها در شرایط فعلی؟ اتحادیه اروپا نقش خیلی موثری میتونه داشته باشه. ببینید، این سه کشور عمده که خب بریتانیا الان در حال خروج هست، در واقع مخالفت علنیشون رو نشون دادن و خیلی عجیب بود که بریتانیا که در حال خارج شدن از اتحادیه اروپا است، باز هم در مورد برجام در کنار آقای ترامپ نایستاد. و در مورد همین نحوه هدف قرار دادن آقای سلیمانی که خلاف به هر حال
معیارها و عرف دیپلماتیک بود و خیلی ها رو متحیر ساختم، حتی مقام های بریتانیایی به نحوی نارضایتیشون رو نشون دادن. و اگر که قرار باشه جنگی صورت بگیره بین ایران و ایالات متحده، در ارتباط با ناتو که قبلا هم گفتم امکانش خیلی ضعیفه که در چارچوب ناتو در کنار ایالات متحده بیستن، ولی قدرت های عمده اتحادیه اروپا که تا اون زمان شاید برای بریتانیا هم خارج باشد از اتحادیه اروپا و قدرت های عمده عبارت خواهند بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا، اسپانیا و اینها، خیلی بعید به نظر میرسه که همراهی بکنن ایالات متحده رو. آقای پورحمزاوی، 30 ثانیه نظر شما رو هم بدونیم. به نظر شما در نهایت اگر بخوایم حساب بکنیم با برآیند در واقع تلاش ها، آیا میشه گفت که از احتمال جنگ کاسته میشه ظرف روزهای آینده؟ ببینید، با توجه به وضعیت، با توجه به اینکه جنگ به نفع هر دو تا کشور نیست و هر دو تا کشور نمیخوانن به اون سمت برن، مگه اینکه یک اشتباه یا یک تصادف جنگی رو به وجود بیاره که اکثر جنگ ها متاسفانه اینجوری اتفاق افتادن. لذا علارغم اینکه دو کشور نمیخوان به اون سمت برن، اما کماکان احتمال جنگ وجود داره به نظر من. ممنونم از شما آقای پورحمزاوی، خانم پزشک آقای ولی آریا، ممنونم که در این بحث شرکت کردید و ممنون از شما که با این صفحه دو همراه بودید. شب و روزتون خوش.